بورس تهران که به دنبال افت شدید شاخص در هفته قبل این هفته رو هم با کاهش آغاز کرد، از روز یکشنبه به دنبال اعلام تصمیمات شورای عالی بورس به ویژه در مورد دامنه نوسان مثبت شد. شاخص کل در این هفته به کانال 1,200,000 واحدی بازگشت و با 41,000 واحد رشد در آخرین روز کاری خود به 1,214,000 واحد رسید. شاخص هموزن اما تغییر چندانی نداشت و در پایان معاملات هفته در محدوده 423,000 واحدی درجا زد. طبیعتاً دامنه نوسان در واقع تغییر ایجاد خواهد کرد و این نامتقارن شدن شاید مقطعی برای بازار مفید و مناسب باشه. منتها نگاه افراد و سرمایه گذار باید با اون روندی که توی اردیبهشت و خرداد وجود داشت متفاوت باشه. باید در واقع با نگاه بلند مدت تر سرمایه گذاری بکنن. در بازار ارز هم روز پنجشنبه هر دلار 25,300 تومان و هر یورو 29,850 تومان فروخته شد. اما در بازار طلا و سکه در هفته گذشته با افزایش قیمت جهانی طلا بازارهای داخلی هم شاهد افزایش قیمت بودند. روز پنجشنبه هر سکه بهار آزادی طرح جدید به 11,630,000 تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار هم 1,134,000 تومان فروخته شد. در مجموع حدود 28 دلار افزایش اونس جهانی داشتیم که این افزایش به تبع تو بازارهای داخلی ما هم تأثیر گذاشت و باعث شد هر گرم طلای 18 عیار حدود 55,000 تومان افزایش قیمت داشته باشیم. سکه 1,700,000 تومان. اما در بازار مسکن همچنان رکود بر معاملات حاکم هست. بازار مسکن الان اصلا بازار خوبی نیست، اصلا بازار تعریفی نیست، خرید فروش خیلی خیلی کمه به خاطر شرایط اقتصادی و این شرایط کرونایی هم که هستش. واقعا وضعیت خرابه. میتونی بگی آخرین معامله که کردی مثلا چند روز پیش؟ والا شاید بگم مال 2 ماه پیش. قیمتی که روز به روز مسئله داره گرونتر میشه، قیمت‌ها داره گرونتر میشه، اگه همینطوری پیش بره بازم گرونی میشه. قطعا باید شرایط ثابت بشه که این حداقل 4-5 ماهی از نظر من زمان میبره تا این شرایط ثابت بشه، قیمت ها به یه میزان ثابت برسه تا مردم بتونن تصمیم بگیرن. الان واقعا مردم نمیتونن تصمیم بگیرن و حیرون هستن و خریدارا الان قطعا پا پیش نمیذارن. پیشنهاد جدیدی که مجلس این هفته طرحی رو تصویب کرد که طبق اون دولت مکلف به ساخت 1,000,000 خانه در سال میشه. تسهیلات را از سیستم بانکی در اختیار این پروژه ها قرار بدیم و هر بانکی استنکاف کنه از اجرا قانون قطعا باش برخورد خواهد شد. نمایندگان در واقع تلاش دارند با تحریک تولید قیمت هایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 90% رشد داشته رو کنترل کنند. اما دولت معتقد برای اصلاح بازار مسکن همه بخش ها باید پای کار بیان. اخیرا هم با حمایت های مجلس محترمم اتفاقات ویژه‌ای تو این حوزه انشالله در آینده خواهد افتاد که بتونیم بحث مسکن رو به یک حد اقلی دغدغه‌شو برسونیم. کاهش قیمت تمام شده این مسکن باید با افزایش قدرت خرید مردم همراه باشه تا سیاست‌های بخش مسکن با موفقیت همراه بشه. عمدتاً سهم زمین و مساله اینا هستش که افزایش بسیار فوق‌العاده پیدا کرده. مشکل کلیه، یعنی باید تمام جاها برنامه ریزی بشه به یه ثباتی برسه، درست بشه، بعد هر کس روی شغل خودش و کار خودش و هر وزارتخونه بتونه تمرکز کنه، برنامه ریزی کنه. این که بخوایم ما فقط من به شما بگم چجوری مسکن رونق پیدا کنه، بله تراکم ارزون کنن، زمین که دست مردم دیگه خریداری شده غیر ممکنه ارزان بشه، تراکم رو ارزون کنن، مساله رو ارزون کنن، بله احتمالاً ارزون میشه. فعالان بازار معتقدند در این شرایط افزایش تولید در کنار مجموعه حمایت‌های کارایی داره که از خریداران و به ویژه خانه اولی‌ها خواهد شد. مسکن تابعی از اقتصاد کلان کشور هست. برای رونق بخشیدن به این بازار هم باید قدرت خرید خریداران رو افزایش داد و هم تلاش کرد تا قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کنه. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.